دو هنرمند ایرانی و اسرائیلی که کنسرت مشترکشان در تل‌آویو با استقبال گرم و کم سابقه جمعیتی انبوه روبرو شد، این استقبال را نشانه از بی‌اعتنایی مردم عادی به پروپاگانداهای رهبران سیاسی و مذهبی دو کشور می‌دانند و به کارایی و ثمر بخشی دیپلماسی موسیقی برای ابزار دوستی و همکاری چشم دوختند. آویو گفن، هنرمند اسرائیلی که همراه با شاهین نجفی هنرمند ایرانی با پیام دوستی و مودت روی صحنه رفته بود، در گفتگوی اختصاصی با مایکل لپین خبرنگار صدای آمریکا گفت می‌خواهد این پیام را در کنسرت‌های مشترک بعدیشان به پایتخت‌ها و دیگر شهرها در گوش و کنار جهان ببرد. عسل رحمانی گزارش می‌دهد. آویو کنسرت مشترکش با شاهین را لحظه‌ای فراموش نشدنی توصیف می‌کند. The faces of my crowd, it was a packed concert like 7000 people. با نگاه به چهره حدود 7000 نفر که سال‌ها دوستداران من بودند و سالن بزرگ کنسرت را پر کرده بودند، می‌دیدید چگونه با نگاهی مهربان و شکننده به یک ایرانی نگاه می‌کنند که در کنار منه. واقعاً فراموش نشدنی است. ما به انگلیسی، عبری و فارسی پیام صلح دادیم. که آخرالامر همه انسان هستیم. The message that after all we are human beings. آویو میگوید با موسیقی میتوان به تنش‌ها پایان داد. My main goal was to show the Israelis. هدف من این بود که به اسرائیلی ها نشان دهیم که می توانیم با هم صحبت کنیم و من تلاش می کنم دیوارها را بشکنم. این دیوار آهنین بین ایران و اسرائیل را بشکنم. آویو استقبال از کنسرت مشترکش با شاهین را آنقدر موفقیت‌آمیز می‌داند که می‌خواهد کنسرت‌های مشابهی به همراه شاهین در شهرهای بزرگ جهان اجرا کند. We are here to say no to waltz in any part of the world. شاهین نیز در پایان کنسرت گفت ما اینجا هستیم تا به ساخت دیوارها در هر کجای جهان نه بگوییم. او میگوید خوشحال است که توانسته تابوی همکاری با اسرائیل را بشکند. عسل رحمانی، صدای آمریکا.